درود بر شما دوستای عزیز من، به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدین. عزیزای من، پورنوگرافی به تصویر کشیدن موضوعات جنسی با هدف تحریک جنسی یه فرد میگن و به صورت مجله، فیلم، عکس، ویدئو یا یه سری موارد دیگه ارائه میشه. من توی این ویدئو میخوام شما رو با تاثیر این فیلم های پورن آشنا بکنم و یا اینکه بهتون بگم که آیا این فیلم ها رو نگاه بکنین آیا نکنین، و اگر که دارین نگاه میکنین چه جوری این فیلم ها رو نگاه بکنیم که بهشون معتاد نشین، که زندگیتون خراب نشه. پس لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنین تا از ویدیوهای جدید من مطلع بشین. در ضمن یادتون نره که برای حمایت از من میتونید از گزینه سوپر تنکس استفاده کنید. فیلم های پورن به خاطر نمایش تصاویر از نفوذ، از پرخاشگری، از فانتزی های جنسی مختلف، از تعاملات جنسی بین افراد مختلف خیلی مورد توجه افراد زیادی قرار میگیره و مردم تقریبا عادت کردن که تا به این فیلم ها توجه نشون میدن و نگاه میکنن سریعا تحریک میشن، برانگیخته میشن و میتونن خودارضایی رو انجام بدن. از زمانی که این فیلم ها یا این مجلات یا این تصاویر به قالب دیجیتالی در اومده، خیلی به راحتی قابل دسترس هست و هر کسی که فقط کافیه فیلتر شکن نصب کنه روی موبایل خودش، هر سنی که باشه میتونه به اینها دسترسی پیدا بکنه. خانم ها در برخی از مواقع این فیلم ها رو مشاهده میکنن. با این حال بیشتر افرادی که این فیلم ها تبدیل به یک بخش مهمی از زندگیشون شده آقایون هستن نه خانم ها. متاسفانه استفاده از این فیلم ها میتونه به میزان قابل توجهی روی رابطه زوجین تاثیر بذاره. هم تاثیر منفی میتونه بذاره و هم تاثیر مثبت میتونه بذاره. اول از تاثیر منفی شروع میکنم. نتایج تماشای پورن در زندگی زناشویی چیه؟ اولا اینکه باعث میشه شما فانتزی های جنسیتون از هم جدا بشه، باعث میشه که رابطه جنسیتون رو از هم جدا کنین، راهتون جدا میشه، سلیقه هاتون جدا میشه. این قضیه باعث دستیابی یه چیز دیگه میشه، مثل دستیابی به یک انسان دیگه، به یک دوست دختر، به یک دوست پسر، کسی که بتونه نقش اون پورنستار رو در زندگی واقعی شما ایفا بکنه. شما وقتی که دارین فیلم نگاه میکنین یه سری رفتارهای عجیب غریب و خیلی قوی رو میبینین که پارتنر شما نمیتونه اونها رو انجام بده، به خاطر اینکه یک انسان عادیه و اون بازیگر یک پورنستاره که داره اون کارها رو انجام میده. به خاطر همین سلیقه شما عوض میشه و انتظاراتتون بالا میره. تماشای این فیلم ها میتونه احساس عزت نفس رو در پارتنر شما کم کنه، چون که اون ممکنه خودش رو با اون آدم هایی مقایسه کنه که توی این فیلم دارن ایفای نقش میکنن و رفتارهای جنسی خیلی هیجان انگیزی رو از خودشون نشون میدن. بعد فکر میکنه حالا که پارتنر من اونها رو دیده، همشون هیکلای خوب دارن، همشون مثلا قیافه های خیلی جذاب دارن، همشون رفتارهای خیلی هیجان انگیز دارن، سراسر انرژی هستن، حالا که من نمیتونم این رفتارها رو برای پارتنرم به نمایش بذارم، حالا که من این هیکل سکسی رو ندارم، حالا که من این چهره جذاب رو ندارم، پس حتما برای پارتنرم جذاب نیستم، حتما دیگه اون منو دوست نداره. تماشای این فیلم ها یه شیب لغزنده ای رو به سمت اعتیاد برای شما هموار میکنه، که وقتی که شما این فیلم ها رو دارین تماشا میکنین، بدنتون و سیستم جنسیتون داره به سمتی میل میکنه که دیگه بدون تماشای این فیلم ها تحریک نمیشین. هر موقع که دارین رابطه جنسی واقعی انجام میدین، چون که خب ریتمش، ضربانش کمتر هست، خب آرومتر هست، به خاطر همین شما دیگه تحریک نمیشین، دیگه ارضا نمیشین، چون که اون روابط رو دیدین، اون فیلم ها رو دیدین، رفتارهای خشن، رفتارهای عجیب غریب، پوزیشن های مختلف که فقط باید آکروبات باز باشی تا بتونی انجام بدی، همه اونها رو دیدی و الان دیگه توی رابطه واقعیت نمیتونی اونها رو داشته باشی، چون که همسر تو یا پارتنر تو یک انسان معمولی پورن استار نیست و نمیتونه اون کارها رو برای تو انجام بده. به خاطر همین توصیه میشه که از تماشای این فیلم ها خودداری بکنید. اما اگر زوجی هستین که هر دوتون تمایل دارین که این فیلم ها رو تماشا بکنید، بهتون توصیه میکنم که خیلی دیر به دیر این کار رو انجام بدین.
اینکه با هم دیگه این کار رو انجام بدین، تنهایی فیلم پرن نبینین، دوتایی با هم دیگه یک سبکی رو انتخاب کنید، یک مدلی رو انتخاب کنید، سرچ کنید، یه فیلمی رو پیدا کنید، بشینید با هم نگاه کنید، فقط و فقط با هدف اینکه یاد بگیرین، پوزیشن های مختلف رو نگاه کنید، یاد بگیرید. به هر حال خب آدم نیاز داره توی هر زمینه پیشرفت کنه، توی هر زمینه چیزهای جدید یاد بگیره، چرا که نه، هیچ اشکالی نداره. فیلم پرن تماشا کنین، دوتایی با هم دیگه رفتار های بازیگرها رو تحلیل بکنید، بگید من از این کار خوشم میاد، این کار دفعه بعد برای من انجام بده، پوزیشن های جدید یاد بگیرید، یا اینکه میتونین همزمان با فیلم خودتون رابطه جنسی انجام بدید، مثلا کنترل دستتون باشه، فیلم رو پاز بزنین، همون پوزیشن رو انجام بدین، یا اینکه به یه پوزیشن مشترک رسیدین، فیلم رو پلی بکنین، اونا برای خودشون رابطه رو انجام میدن، شما هم دقیقاً همون کار رو انجام بدین، تا اینکه بفهمین چقدر این حرکت، چقدر این فانتزی میتونه جذاب باشه. فقط حواستون باشه که باید تماشای این فیلم ها رو مدیریت بکنید، باید کاملا کنترل شده اینها رو تماشا بکنید، این فیلم ها نباید تماشاشون تبدیل به عادت بشه در زندگی شما، نباید طوری بشه که هر شب قبل رابطه جنسی یه فیلم پلی کنین و دقیقا همون کار رو انجام بدین، این فیلم ها نباید اونقدر زیاد پلی بشه که دیگه تبدیل به روتین رابطه جنسی شما بشه، جوری که وقتی که اون فیلم ها نباشه نمیدونین باید چیکار کنین. حواستون باشه که تماشای این فیلم ها انقدر تعدادش زیاد نشه که براتون تبدیل به یک عادت بشه، سعی کنین در حد فانتزی مثلا ماهی یک بار، ماهی دو بار، در حد همون 10 دقیقه یک روب نگهش دارین، اونم فقط با هدف این که یک مقداری شیطنت کنید، با همدیگه یک فیلم مثلا اروتیک تماشا بکنین، یا اینکه بخواین حرکاتشون رو یاد بگیرین و روی خودتون انجام بدین، چون شاید تا حالا نفهمیده باشین که امتحان کردن یک پوزیشن جدید چقدر میتونه برای رابطه جنسیتون هیجان انگیز باشه و زندگی شما رو از حالت یک نواختی خارج بکنه. اگر کسایی هستین که پرن زیاد نگاه میکنین، فیلم سوپر زیاد نگاه میکنین، باید حواستون باشه که باید کم کم تماشای این فیلم ها رو کم بکنین. اگر اعتیاد به تماشای فیلم پرن وجود نداشته باشه، خیلی راحت تر میتونین رابطه جنسی برقرار کنین. پارتنر شما باید قاطع باشه. اگر به نظر میرسه که یه مشکل جزئی از این تماشای فیلم ها، پارتنر شما باید در مورد چگونگی احساس بی اهمیت بودن، در مورد قطع ارتباط، در مورد تنها بودن به شما کمک بکنه. نیازهای اصلی خودتون رو برای عشق، برای امنیت، برای مورد حمایت واقع شدن باید تنظیم بکنه و باید به شما کمک بکنه که این تماشای این فیلم ها رو کنار بذارین. اگر اعتیاد فعال به پورنوگرافی وجود داشته باشه، انتظار انکار رو از سمت اون آدم داشته باشین که مثلا بگه نه من اعتیاد ندارم به تماشای این فیلم، فقط دارم تفریحی نگاه میکنم، بهتره که باهاش صحبت کنین و اون رو پیش یه سکس تراپیست خوب بفرستین، پیش یه زوج درمانگر ببرینش. معمولا در ابتدا فرد انکار میکنه که به تماشای این فیلم ها عادت کرده، ولی خب خودش هم نمیدونه که اگر دیگه اون فیلم ها رو تماشا نکنه نمیتونه نعوذ کنه، نمیتونه تحریک بشه، برانگیخته بشه، و یا اینکه اگر بتونه نوز کنه شاید نتونه به انزال برسه، شاید نتونه پارتنر خودش رو تحریک کنه و اون رو به اورگاسم برسونه. درمان فردی که به تماشای این فیلم ها عادت کرده معمولا زمان بره و اصلا کار آسون و خیلی سریعی نیست.